تمایل کابل برای داشتن روابط با واشنگتن. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین میگوید مقامهای امارات اسلامی در دیدارهایی که با او داشته از تمایلشان برای روابط با آمریکا سخن گفتند. آقای کرزی در گفتگو با رادیو NPR آمریکایی اما گفته که امارات اسلامی باید نخست از همه به مشروعیت داخلی اولویت بدهد. ما باید اطمینان پیدا کنیم که تمام مردم افغانستان خود را متعلق به این کشور و نماینده افغانستان بدانند و ما باید تمام گام‌های ضروری را برداریم تا به سایر جهان ثابت شود که نیت ما برای افغانستان نیک است. شرایط کنونی افغانستان ایجاب میکند که تا یک بحث ملی و یا یک گفتمان ملی صورت بگیرد هیچ نظام که او بتاند تمامیت خواه باشد در افغانستان پایدار بوده روی تاره. افغانستان کشور کثیر ملتی است و تنوع اقوام، زبانها، نژادها، مذاهب در یک رنگ طبیعی دارد. او همچنان با نگرانی از بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت افغانستان یک دهه عقب‌گرد خواهد کرد. از سوی هم آقای کرزی بار دیگر از امریکا خواسته که اکنون با مردم افغانستان کمک کنند، از جمله در عرصه آزادسازی پشتوانه مالی افغانستان. ما ضرورت داریم به اینکه دولت ایالات متحده اشتباهات خود را در افغانستان تصحیح کند و به مردم افغانستان کمک کند تا روی پای خود بیستند. امریکا در بازگشتاندن پول افغانستان عجله دیگر نخواهد کرد، به خاطر که در خود امریکایی گفته میشه که اگر پول بازگشتانده شود به دست گروه های تروریستی نفته. امارات اسلامی اما در مورد ایجاد حکومت فراگیر میگوید حکومتشان فراگیر است. آقای کرزی از جمله چهره های سیاسی است که در نزدیک به یک سال پسین زیر سایه امارات اسلامی در کابل ماند. او از امنیت در کشور ابراز خوشحالی کرده اما چالش های اقتصادی و ترک شهروندان به بیرون از کشور را فاجعه خوانده و خواستار رسیدگی به آن شده است.